سلام. تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز می کنم، با آنها روز را آغاز می کنم. مهمان یار. سلام، من فرارسیدن ماه مبارک رمضان به همه شما از صمیم قلب تبریک می گم. شما بیننده برنامه ویژه مهمان یار از طلوع هستین و من مجیب عارض با شما هستم. دوستا، و امروز ما آمدیم به مسجد جامع حاجی عبدالرحمن، یکی از زیباترین و بزرگترین مساجد شهر کابل، تا اینکه تمام روز با روزداران عزیز در این مسجد بگذرانم. اما در آغاز بیاین که با این مسجد زیبا که بدون شک حال یکی از نمادهای خوب شهر کابل است آشنا شویم. کنار ما هم مسئول اداری این مسجد جامع آقای انجینر رحیم گل بسیم استاد هستند. ما به شما سلام میگم. چی حال احوال امروز ماه مبارک رمضان؟ تشکر. ماه مبارک رمضان میگذره. ما جای خوشی است که دوستای مطبوعاتی خود امروز به این مسجد میبینیم. تشکرآوری همه شما رو به این مسجد خیر مقدم. قربانتان انجینر رحیم گل، واقعا ماشاءالله که این مسجد ما قبلا این را از دور دیده بودم که یک نمای بسیار مقبول داره و یک زیبایی دیگه به شهر کابل ما داده. و امروز که داخل آمدم و در داخلم این مسجد واقعا بمطور بیشتر زیبا معلوم میشه. میخوایم بفهمم که حاجی عبدالرحمن کسی که این مسجد خواست که تأسیس بکنه و این مسجد ساخت، این را بشناسم که این مرد نیک کی بوده، چی کسی بوده و چرا خواست که این مسجد بنا کنه. حاجی عبدالرحمن یک تاجر ملی کشور است و او باشگاهش شیوکی و رسولی بدرامی است. به اساس هدایت الله جلال شانهو که یک آیت است، این نایه امر مساجد خداوند، کسایی که از روز قیامت میترسه و خدا را دوست دارن به اعمال مساجد میپردازن و اساس همین هدایت الهی اونا تصمیم گرفتن که یک مسجد زیبا از پول شخصی خود در این کشور آباد کنه و یک گوشی خرابی زی وطن خود آباد بسنه. واقعا مسجدی که حاجی عبدالرحمن ساخته نظیرش در منطقه نیست. او مسجدی که در اسلام آباد کشور عربستان سعودی ساخته یا مسجدی که دولت پاکستان در کراچی ساخته، او را دولت ها ساخته. افتخار ما به ایست که این یک شخص افغان، یک شخص یک تاجر نیست. بله، این ویژگی های خود داره مسجد و مسجد ما شما از مسجد اسلام آباد کرده بسیار نفهمه است. واقعا افتخار ای برای تمام افغان هاست و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از احادیثش آمده که کسی که در این دنیا مسجد میسازه، مسجد اعمار میکنه، خداوند در بهشت برای او خانه میسازه. خب میخوایم همراه شما انجینر صاحب داخل این مسجد بروم و از زیبایی های این مسجد از داخل و بیرون بیشتر لذت ببرم. که رنگ نسواری رو به این مسجد انتخاب کردیم؟ ما در رابطه برای انتخاب رنگ از تقریبا یک سال فکر کردیم و بعد از یک سال به یادم آمد که یک سفر به اسپانیا داشتیم و اونجا وقتی که خالد ابن ولید اسپانیا رو فتح کرد در شهر گرانادا اسپانیا یک مسجد اعمار کردن که اینمی رنگ ها اونجا به کار رفته بود. باز با انجینیر عمومی طرح کردیم و می رنگ انتخاب کردیم که باید در مسجد رنگ های نسواری و زرد
کار شد همه چیزش. ماشاءالله داخل اینجا بسیار زیاد زیباست. جناب صاحب این مسجد گنجایش چی تعداد نمازگزار داره؟ در مجموع این مسجد 3 طبقه داره. یک طبقهش برای خانم ها و دو طبقهش برای مردان. این مسجد مسجدی است که اولین بار حق بر زنها هم حق قائل شد و یک طبقه را برای اونها تأسیس داده. در مجموع 10,000 نفر در داخل مسجد 3 طبقه و اگر باز در صفای بیرونش هم استفاده کنیم تا 15,000 نفر گنجایش داره. کل خطاعتی که میبینه اینا کاشی نیستن، چوب است. ما خواستیم که داخل و بیرون مسجد هماهنگی داشته باشه. وقتی که مسجد تکمیل شد، حاجی صاحب عبدالرحمن حیات بودن؟ نه خیر. وقتی که ما در سال 1380 به ساختمان و اعمار از این مسجد آغاز کردیم، 3 سال بعدش حاجی صاحب وفات. پس در این مسجد خود حاجی عبدالرحمن نماز نخوانده؟ نماز خوانده، زمینش نماز خوانده، آباد نشد. و بدون شک حال مسجد جامع حاجی عبدالرحمن با یک نماد شهر زیبای کابل تبدیل شده. عمار مسجد توشه دنیا و آخرت. تاسو د مهمان یار ځنګړی خبرونه د روژې مبارک میاشتې په مناسبت باندې ګورئ. او زه نن راغلی یم د حاجی عبدالرحمن جامع جماعت او ورځ دلته تیروم. اوس مو تر څنګ مولوي صاحب عبدالحمید خان ناست دی. زه دوی ته په پیل کې خپل د مینو ډاک سلامونه وړاندې کوم. مولوي صاحب سال اول، تاسو د روژې سره څنګه یاست؟ د ټولو مخکې تاسو ته د سلام په احتراماتو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو راتک دلته زه ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو سره د ښایسته مازدیګری ده، هغه مازدیګری چې په دې وخت کې الله جل جلاله دعاګانې قبلوي. زه ستاسو ته ستاسو په راتګ باندې زه ډېر خوشحاله یم. همیشه راشئ، سلامت اوسئ. صاحب تاسو د روژې سره څنګه یاست؟ موږ خلک یو که د لومړۍ ورځې کې بیخي فیصله کړي. الحمدلله روژه خو دا خو د الله ډېر یو غټ لوی نعمت دی، باید د دې همیشه موږ استقبال وکړو. الله ذكر فرمائي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دار وجد دا سنة دا چسر رسول صلى الله عليه وسلم أمت باني نازل شوي دا يارا غلي دا أحكام ديوتا دا دينا مخي پا نور أمتنو بانيم دا فرض وا يعني فرضياتي يو شانتي دا دا غوي روجة بل شانتي وزمون روجة بل شانتي دا د دې لپاره اصل هغه مقصد د روژې دا چې سړي کې تقوا راشي، سړي کې الهیت راشي، سړي کې د الله خشیت راشي، سړي سره د الله محبت راشي. نو چې کله داسې یو مسلمان داسې یو روژه ونیسي، نو بیا هغه ولې خفه کېږي؟ هغه په دې باندې خوشحالېږي او بار بار باید چې دا روژه راشي. الله دې موږ ته په خپل عمر کې بار بار دا روژه را نصیب کړي. ما خو ټوکه وکړه مولوي صاحب، باور وکړئ زه خپله همیشه او دا ځل هم د روژې مبارکې میاشتې ډېر زیات خوشحاله یم. او ته تاسو ګورئ چې ما د روژې مبارکې میاشت نوې جامې جوړې کړې دي. د ګوره ما زه داسې نه یم چې اختر ته منتظر اوسم، هغه روژه نیونکی نه یم. ما زما لپاره همدا اوس اختر دی. د روژې مبارکې میاشت کې په راتلو سره د حاجی عبدالرحمن په جامع جومات کې دلته اوس څه مراسم ترسره کېږي؟ دا جمعه الحمدلله ډیر یو غټ جمعه ده. د افغانستان په سطح باندې غټ جمعه ده. په دې باندې ټول افغانان ویاړ کوي، افتخار به کوي او زید عبادت ده. ډیر ښایسته پراخه ځای ده. نو هر یو تن چې دلته راځي، د ټول نه مخکې یو عجیبه خبره دا ده چې هر یو کس دې جمعه ته رانوځي، که وغواړي ونه غواړي، الله سوچتی چې الله حاجي عبدالرحمن وبخښي. او حتی چې بعضې ما داسې لیدلي چې الله د ده سره پادیره کې چې څومره دي، دغه ټول وبخښي. نو بیا د روژې پر رسیدلو سره الحمدلله تاسو وینئ چې زموږ د ماسپخین، زموږ د سهار، زموږ د مازیګر، ماښام، بیا د ماخوستن،
ډیر زیات خلک وي، ازدحام وي، کله کله د اوبو کمښت سره مخامخ شو، ځکه چې خلک ډیر زیات ځي راځي. تقریبا کم از کم شپږ وزره کسان به د ماسپښین تر مازدیګره پورې د ځي راځي او عبادت د الله کوي، او الله دې د ټولو عبادت قبول کړي. او بیا د شپې ختم کوو. قاری صاحب مبین ماشاءالله ډیر یو بهترین قاری ده، او په ډیر خاندار سره په ډیر ښایسته صوت سره قرآن کریم ولي. دغه او بیا د ماسپښین منځ نه بعد استاد عبدالسلام عابد چې خطیب د دې مسجد ده، هغه د تفسیر قرآن کریم شروع کړی ده. هغوی د بارم دعا وایو چې الله هغه ته صحت ورکړي، او دا تفسیر تر یو حده پورې ورسوي چې مسلمانان د الله د احکامو نه خبر شي، چې څه جایز دي، څه ناجایز دي، څه حلال دي، څه حرام دي، د هغې عقیده صحیح شي، د هغې اعمال صحیح شي. کله چې سړي عقیده برابره نه وي، نن روژه په درد لګي، نه انفاق په درد لګي، نه زکات په درد لګي، د ټولو اول بهترین شی څه ده؟ عقیده ده. او انشاءالله په عقیده باندې الحمدلله دلته علما وقتاً فوقتاً کار کوي، او خلکو ته د جمعې په خطباتو کې او د نور خطبو کې الحمدلله دغه کوشش دی چې د خلکو عقیدې برابر شي. مولوی صاحب عبدالحمید خانه، ډېره مننه. او په پای کې څه ویل غواړئ زموږ ګرانو هیوادوالو ته، هغه څوک چې همدا شېبه موږ تاسو ګوري؟ زه خو دغه یو ټکي ته دا ویل غواړم چې الله دې ملک کې امن راولي. او امن کله راتلی شي؟ کله چې په موږ په پوره دین باندې عمل وکړو. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. اسلام کې پوره پوره داخل شئ. داسې نه چې د اسلام یو طرف ونیسو، یو طرف ونیسو یا بل طرف ونیسو چې دا پوره دین دی. نه، دا پوره دین نه دی. هر څه چې الله موږ ته امر کړی او د هر څه نه چې الله موږ منع کړي وو، که دغه موږ عملي کړو، نو انشاءالله دا ملک دې ملک ترقی راځي، دې ملک امن راځي، او دا د ملک خلک به په دنیا کې هم خوشحاله وي او په آخرت کې هم خوشحاله وي. مصطفی جان یکی از خادمان مسجد جامع حاجی عبدالرحمن است. مصطفی جان، اتو نیست که یک تعداد اینجا میاین مسجد برای خو کردن؟ خو کردن بسیارش من نه یک تعداد وا تا پیشتر به ما سبی که چیار بکلش خو میکنه. اونا که بخزیم به درک ما پاکاری میکنیم، صفایی میکنیم، سرمارش خندی میکنن، چی میکنن، میگه مارد کنیم خدا تو آیی میکنیم. میگم برو داخل مسجد برو نماز بخوان، نماز اگر خوندی برو قرآن شریف بخوان. موبایل هم یک کشن دستک میزنن، فیسبوک میگن، چی میگن، از این چی کده برسه مثل بگنن، نمه تو راست کرم، بیچار بکرشون با مشکل هسته. ما هم رای چی هم کاری کنیم، چی خدمت کنیم، بخاطر که ایخو یک ثواب از خادم بودن مساجد و هم در ماه مبارک رمضان. ما چی هم کاری کنیم هم رای؟ جاری هم رای بگیره، فرش هم رای بگیره، چی کنیم؟ مهمان یار. در مسجد جامع حاجی عبدالرحمن در جمع از هموطنان عزیز روزدار ما نشستیم و همه ما شکم گرسنه، لب تشنه، منتظر افطار هستیم. سلام بر همه شما و خداوند طاعت و عبادات شما را قبول بکنه. و علیکم سلام. آمدن شما مجیب جانب مسجد جامع ایجا بسیار خوش آمدید میگم که ما هموطنان ایجا اول میگیریم و دیگه آمدن ماه مبارک رمضان به تمام مجاهدین افغانستان، مسلمانان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. خدا کنه که یک ماه پر از فیض و برکت است در افغانستان. صلح و آرام به شما بتونیم که از هر گوشه افغانستان قسمی که فعلا از همه مسجد آقای صاحب عبدالرحمن آمدین اینجا اول میگیرین، تمام گوشه های افغانستان ما شما بتونیم آزاد از هموطنان خود اول بگیریم و همدرد باشیم. برای سلامت باشین، بخیر باشین. دوستان در جمع ما ماشاءالله که جوان هم نشسته، طفل هم نشسته، محسن هم است و تعداد زیاد از هموطنان ماست. چی کار میکنین شما؟ ما والا بجیب جان، ما خود ما کتاب فروش هستیم در پل باغ امی. ماه مبارک روزه از دیگر خانه از ما سرای شمالی به خاطر نماز دیگری جا آمدیم که یک تارت کنیم. شما را دیدیم بسیار خوش شدیم، همراه شما یک صحبت کنیم. باز مایده مایده بخیر. افطار اگر نکنیم مایده سن خانه بخیر حرکت میکنیم. در خانه شما چی حال حواز در ماه مبارک رمضان؟ در خانه فضل خدا شکر و از ما که از نه زن است، نه فرزن است، نه اولاد است. فهمیدی؟ ما خود ما در خانه هم شیرم گذران میکنم. یک اتاق دارم و نمیجه. نمیشم شام که میشه از این سال بعد دیگه سال ما نمی مسجد نمیجه. من خودم کراچی دارم پدر.
رو نمیجه میم قرار نماز خدا میخوانم به خاطر روزه نمیگم که روزه نان افطار کنیم دیگه به خاطر میتنم نماز که میشام میگم از ما قضا نشه نمیجه قرار نماز خدا میخوانم و پس میرم خانه و این مسجد باز خوب آی مسجد کلان است سرسبز است هواش بسیار یخ است هر چی که انسان خسته باشه دیگه به در لذت میبره از هوای یخ دیگه جای سایه هم نیست تو اینا قسم اوش یخ است به در تو یک داخلش درای تو چقدر مقبول ستره منظم همین کارگرهای بسیار خوب کارگره است همین راستی خدا ها با مردم خوب رویه خوب میکنه دیگه میکنه این قسم این جوان بر ما بگویه که امروز چطور سپری کرد امروز چی کارها کردی؟ بار سلام عزب امروز یک روز بسیار خوب تر نسبتاً ولی خب در بدن انسان نسبتاً از تاثیر تشنگی و گرسنگی تاثیرات می باشه خب باز اگر این تاثیرات نباشه روز انسان درست نمیشه و باید ما از دل غریبا و مسکینای بیایم که در کوچه و بازار افغانستان در کوچه هایی که لقمه نان خوردن نداره ما باید به فکر از وان باشیم ما و نسبتاً خود ما به افطاری نسبتاً هر شب آمادگی میگیریم خب امروز شب قسمتی با شما روبرو شدیم و سر خوردیم نسبتاً ما بر نماز شام آمده بودیم خب از تمام مردم خواهشم همی است که با تمام فقرا و مسکینه که در هر گوشه افغانستان است هیچ گپ سمتی، لسانی، مذهبی، هیچ چیز دبای نباشه با ما کمک تا از دوست توانشان است کمک خدا برست آمین یا رب العالمین جوان واقعا پیام بسیار خوب یاد کرد نامتان چی بود؟ محمد ادریس صنف 12 مکتب هستم از شهر کابل ادریس جان خیلی زیاد زیبا کی به تراوی میره شب و در ختم قرآن عظیمشان اشتراک میکنند؟ همه گی به تراوی میره به تراوی میره جان اشتراک میکنه کلگی منتظر همی هست که بهترین شبهای نمی شبها دیگه بله باش که امرای همی طفل هم گپ بزنم که دلش چیز نگرده بیا بفرین پایان چینجا بیا بیا که ایچ ما را نمیدمی افطار می طفلا نمیمون باش که ایره پایان خواستم همی در خانه همی اطفال ایچ پدر مادر بزرگار را به افطار نمیمونه چه دو خودشان هم مچم روزه میگیره یا نمیگیره تو امروز روزه داری یا نه تو هنوز خورده هستی باید بخیر که جوان شدی باید بخیر میتونی روزه بگیری دیگه حال اما من مطمئن هستم که از روزه دارا که اول تو سر دسترخوان هم نمیکنی برای اطفال عزیز ما میگفتنی دارم که در وقت نان باید یا خدمتگار پدر مادر و بزرگا باشن و هر لحظه برای برادر کلان و خواهر کلان برای پدر جان و مادر جانش باید گیلاس آب پر کنن آب برشون بتن و خوب واروانن که آرام آب خود بخورن نان خود بخورن بخاطر وا روزه دارن تقریبا 18 ساعت است چقدر از چند 16 و نیم ساعت اینا ما و شما در روزه میگیریم و هیچ چیز نمیخوریم دو ساعت چیز نخور سعی کن چی حال میشی خب خداوند بخیر روزی همه ما و شما را قبول کنم حال ما نزدیک افطار میشیم کی در دلش چی گپ میگردم یا که میخوایم راه مردم شریک بسازم الحمدلله افغانستان یک کشور اسلامی است مردم افغانستان مسلمان است فقط خواهش ما تمام هموطنان می باشه که دست به دست هم بدیم قسمی که برادر ما پیشتر اشاره کرد تمام تبعیضات لسانی قومی نژادی گپا را دور بندازیم تا که بتونیم وطن خود را آباد بسازیم وقتی که ما دست به دست هم بدیم ان شاء الله موفق هستیم و کار ما درست‌تر پیش می رود بسیار تشکر از همگی و یک ماه پر از فیض و برکت بر همه شما خواهان است بعد شما را استقبال می کنم بازم خوش آمدید قربان شما سلامت باشین تشکر از همگی و این برادر ما ماشین که پلاستیک هم را خود چی آورده فقط یک می بینم میشه خب ایره اگه بوی کنم خب بوی نمه صحیح قربان شما خداوند قبول کنه تا دو بزر شما را انشاءالله که بخیر نزدیک شدیم به افطار بریم یک آمادگی بگیریم به افطار دوستان و مونگا در حجی عبدالرحمن پای جامعه جماعت کیو او روژم و هم ما تکرلم انجینر صاحب رحیم گل بسیم هم زحمت استلی دی خوش کنم خوش کنم دی جماعت پا خکول فضا که مونگ تر روژمات برابر کرده دی زحمتون زیاد تو بخوایی برای انگورم در کنم که انگور خدا در تاکی از غوره دنم
او دا هم د نن ورځې مهمان یار و د حاجی عبدالرحمن په جامع جمعه. سلام، تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز میکنم، با آنها روز را آغاز میکنم. مهمان